رئیس جمهور ایران میگوید که تهران و دوشنبه خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان است که نمایندگی از تمام اقشار این کشور نماید. ابراهیم رئیسی در این نشست خبری مشترک با همتای تاجیکستانیش امریکا را متهم به ویرانی، قتل، کشتار و عقب ماندگی در افغانستان کرد. و همواره معتقدیم باید دولتی که بتواند نمایندگی کنه از همه اقوام، مذاهب و از همه مردم افغانستان بتونه کار رو در افغانستان دنبال بکنه به نحوی که نمایندگی از کل مردم افغانستان رو داشته باشه، در جهت پیشرفت این کشور گام‌های ماندگاری رو بردارد. در جریان مذاکرات همزمان اطراف مسائل مبرمی بین المللی و منطقوی و خصوص وضع افغانستان، قضیه فلسطین و مشکلات دیگر منطقه‌های درگیر جهان تبادل افکار صورت گرفت. اما امارت اسلامی در واکنش به این سخنان آقای رئیسی میگوید که کشورها باید از مداخله در مسائل داخلی افغانستان دست بردارند. ذبیح‌الله مجاهد میافزاید که حکومت سرپرست فراگیر است و همه اقوام کشور در آن حضور دارند. دیگر کشورها در همچه امور که در چگونگی نظام حکومت است مداخله نداشته باشند، چون افغانستان در 40 سال گذشته محراق مداخلات بیرونی بوده که نتیجه نداشته. و دومی که از لحاظ پرینسیپ های اصولی دنیا هم کشورها حق ندارند در نظام یکگانه. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که امارت اسلامی باید از بهر پیشرفت کشور در تشکیل حکومت فراگیر گام های عملی بردارد. افغانان و مشروع غشتن هم ده. افغانان هم یو داسې حکومت غواړي چې خپل ځان په حکومت کې وویني، یوازې په یو قشر پورې تعلق ونه لري. او جهانی ټولنه هم د افغانانو دغه ژغ بدرګه کوي. این در حال است که پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گفته بود که جامعه جهانی از ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تا اکنون تعریف مشخص را ارائه نکرده است.